the northwest corner of the United States, right up near the Canadian border. در شمال غربی آمریکا، گوشه نزدیک مرز کانادا، شهر کوچکی است که با درخت‌های کاج و دریاچه‌ها احاطه شده و حیات وحش بی‌نظیری داره با درخت‌های سر به فلک کشیده. اسم این شهر کوچک دورافتاده لیبی است. And these enormous trees scream up into the sky. And in there is a little town. در این شهر زنی به نام گیلا بنفیلد زندگی می‌کنه که اصل و تباری روسی داره. بار اولی که گیلا رو دیدم گفت با اینکه تمام عمرش رو در لیبی زندگی کرده همیشه خودش رو در اونجا کمی غریبه احساس می‌کرده. She always felt a little bit of an outsider although she's been there almost all her life. A woman of Russian extraction. She told me when she went to school. او بعد از اتمام مدرسه‌اش در رشته طراحی ماشینالات استخدام شرکت گاز میشه برای خوندن کنتورها. کارش رو وسط روز انجام میداد و در این حین به مردهای میانسال زیادی برخورد که وسط روز خونه بودن و کپسول اکسیژن بهشون وصل بود. به نظرش عجیب میومد. Then a few years later her father died. چند سال بعدتر پدرش در سن 59 سالگی درست 5 روز قبل از بازنشستگیش فوت کرد. او معدنچی بود و گیلا با خودش فکر کرد حتما کار معدن باعث شده پدرش زود از پا در بیاد. اما چند سال بعدتر مادرش مرد و اون عجیبتر هم بود چون مادرش از خانواده‌ای بود که همگی عمر طولانی داشتند. در واقع دایی گیلا هنوز زنده است و داره رقص یاد میگیره. با عقل جور در نمی اومد که مادر گیلا در این سن و سال بمیره. It didn't make sense that Gayla's mother should die so young. She puzzled and puzzled over. زندگی پدر مادرش به معمایی تبدیل شده بود. بنابراین سعی کرد بفهمه در شهرش چی میگذره. She thought about her town. اون شهر معدن ورمیکولایت داشت. از ورمیکولایت به عنوان کود برای گیاه‌ها استفاده می‌شد و همینطور برای عایق‌بندی خونه‌ها. مقدار زیادی از اون رو در سقف می‌ذاشتن تا خونه را در زمستون‌های سرد شمال آمریکا گرم نگه داره. ورمیکولایت همه جا بود. حیات مدرسه، زمین‌های فوتبال، پیست‌های اسکیت. تازه وقتی شروع به کار روی این مشکل کرد، فهمید که ورمیکولایت یه نوع خیلی سمی از پنبه‌های نسوزه. Of asbestos. When she figured out the puzzle, وقتی که مشکل رو پیدا کرد به همه گفت که چه اتفاقی افتاده. چی به سر پدر مادرش و اونهایی که با کپسول اکسیژن زندگی میکردن اومده. فکر میکرد وقتی همه موضوع رو بفهمن حتما کاری میکنن. اما عملا کسی نمیخواست بدونه. در واقع بس که داستان رو برای همسایه‌ها، دوستان و بقیه گفته بود، اونا رو خسته کرده بود. اونقدر که عده‌شون برچسبی روی ماشین‌هاشون زدن که نوشته بود من اهل لیبی هستم و بیماری ریوی ندارم. Yes, I'm from Libby, Montana and no, I don't have asbestosis. But Gayla didn't stop. اما گیلا دست بردار نبود. به تحقیق ادامه داد. با هر کسی که میتونست حرف میزد، بحث میکرد و بالاخره بخت به او رو کرد و محققی برای تحقیق درباره تاریخ معادن به اونجا اومد و گیلا ماجرا رو براش تعریف کرد. او هم اول نمیخواست قبول کنه. اما بعد که به سیاتل برگشت و بیشتر تحقیق کرد، فهمید که حق با گیلاست. حالا او کسی رو کنارش داشت. با وجود این مردم نمیخواستن بدونن. چیزایی میگفتن مثل خب اگه واقعا خطری بود یکی به ما میگفت. اگه دلیل مرگ و میرها واقعا این بود که دکترها به ما میگفتن. یکی از کسایی که به کارهای سخت عادت داشت میگفت من نمیخوام قربانی باشم. اما توی هر کاری حادثه پیش میاد. But still Gayla went on and fought. اما گیلا ادامه داد و بالاخره موفق شد یک سازمان دولتی رو به شهر بکشونه تا وضعیت 15,000 ساکن اون رو بررسی کنه. اونا متوجه شدن که میزان مرگ و میر اون شهر 80 برابر جاهای دیگه در آمریکاست. این سال 2002 بود و حتی اون موقع هم کسی دستش رو بالا نکرد تا چیزی بگه. This wasn't ignorance. این ندونستن نیست، کوری ارادی است. کوری ارادی یک مفهوم حقوقی است به معنای اینکه اگه اطلاعاتی هست که شما میتونید و باید از اون باخبر باشید، اما به نحوی سعی میکنید که باخبر نشید، از نظر قانون شما کور ارادی هستید. به عمد خواستید که ندونید.
not to know. There's a lot of willful. این روزها کوری‌های ارادی زیادی میشه دید. کوری ارادی رو میشه در بانک‌ها دید وقتی که هزاران وام مسکن رو به کسانی میدن که نمیتونن پس بدن. وقتی که بانک‌ها نرخ بهره رو دستکاری میکنن و همه میدونن چه خبره اما به عمد چشمشون رو میبندن. میشه کوری ارادی رو در کلیسای کاتولیک دید، جایی که دهه‌ها کودک آزاری نادیده گرفته شده. میشه کوری ارادی رو در ماجراهایی که منتهی به جنگ عراق شد دید. کوری ارادی نه تنها در مقیاس بزرگ بلکه در خانواده، محله و به خصوص سازمان‌ها و مؤسسات هم وجود داره. تحقیقات نشون میده که بعضی‌ها از ترس خود رو به کوری می‌زنن چون از انتقام می‌ترسن و بعضی‌ها هم کورن چون فکر می‌کنن دیدن چیزها بی‌فایده است. هیچی عوض نخواهد شد. اگه اعتراض کنیم، اگه علیه جنگ عراق اعتراض کنیم چیزی عوض نمیشه. پس چرا به خودمون زحمت بدیم؟ بهتره که اصلاً اینجور چیزها رو نبینیم. و بیش از همه مردم میگن کسی که خودش رو به کوری نمیزنه و گزارش بقیه رو میده عاقبت خوشی نداره. خب همه میگن اونایی که گزارش بقیه رو میدن اولاً قابل اعتماد نیستن. اما چیزی که من از حرف زدن با اونها فهمیدم اینه که برعکس خیلی هم وفادار و در بیشتر موارد آدم‌های محافظه‌کاری هستند. خودشون رو کاملا وقف مؤسسه هاشون میکنن و دلیل اینکه حرف میزنن، دلیل اینکه روی دیدن اصرار میکنن اینه که جایی رو که کار میکنن خیلی دوست دارن و میخوان اون رو موفق ببینن. و چیز دیگه ای که مردم در مورد اینجور آدم ها میگن اینه که خب چه فایده؟ میبینید چی به سرشون میاد؟ لهشون میکنن. هیچکس نمیخواد چنین بلاهایی سرش بیاد. و با وجود این وقتی من با اونها حرف میزنم چیزی که در بیشترشون میبینم احساس سربلندیه. امروز بیشتر ما آزادی های زیادی داریم. آزادی هایی که آسون به دست نیومدن. آزادی بیان، حق رأی برای زنان، آزادی برای قوم ها و نژاد های مختلف، برای فرهنگ های گوناگون. اما اگه از آزادی استفاده نکنیم وجود نداره. و کاری که گزارش دهنده ها و آدم هایی مثل گیلا بنفیلد می کنن اینه که از آزادی که دارن استفاده می کنن. در سفرم به شهر لیبی در ایالت مانتانا به درمانگاه بیماران ریوی رفتم. درمانگاهی که گیلا بنفیلد باعث ایجادش شد. اوائل بعضی از کسایی که احتیاج به درمان نداشتن از در عقب وارد می شدن چون نمی خواستن تصدیق کنن که حق با گیلا بوده. در این سفر دختر 12 سالم رو هم با خودم بردم چون واقعا میخواستم گیلا رو ببینه. دخترم پرسید چرا؟ حالا مگه اون کیه؟ گفتم هنرپیشه نیست، معروف نیست، تخصصی هم نداره و مطمئنم خودش اولین نفریه که میگه معصوم و قدیسه نیست. نکته مهم در مورد گیلا اینه که آدمیست معمولی مثل تو، مثل من، اما از آزادی که داشته استفاده کرده. And she's like me. She had freedom, and she was ready to use it. Thank you very much.